بحث دیگری که مطرح میشه بخش توهم انگیز دولت جدید ائتلافی پسا زاینیست لپید و بنت. آیا در این ما یک سیاه نمایی یا بلک میل احزاب کوچک رو شاهد هستیم و چگونه هستش که در جراید و مطبوعات اسرائیلی تمام مسائلی که از نقطه نظر سیاه نمایی و باجگیری که در بین اولترا ارتدوکس ها همیشه بر ضد اولترا ارتدوکس ها گفته می شد که 1 میلیارد شکل حدود 300 میلیون دلار بود رو که هر دفعه می آمدند و از آن خود می داشتن برای اینکه بتونند وارد یک دولت ائتلافی بشن و از سیاست های و مانیفست این دولت ائتلافی بیان و پشتیبانی می دونن. چگونه هست در یکایک که جراید اسرائیلی مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی وابسته که در اختیار هژمونی چپگرا و نئومارکسیست هست بحث و گفتگوی درباره این باجگیری 53 میلیارد شکلی که حدود 15 میلیارد دلار از طریق اسلام گرایان هست و وزارت اداره که در اختیار خود جناب لیبرمن هست که 10 سال زیر بازجویی بودن به خاطر 21 میلیون دلاری که در حساب دخترشون یافت شد و میلیون ها دلار دیگه‌ای که معلوم نشد از کجا از مافیای روسیه در اختیار ایشون گذاشتن و غیره و پرونده های از ما بهترون بسته شد. پس آنچه که ما میگوییم سگ دموکراسی که مطبوعات هستن که باید در این لحظه نکته سنجی کنن، انتقاد بکنن، این جرایت به چه گونه در حال حاضر آمدند و سکوت اختیار کردند. اگر شما در نظر بگیریم هزینه هایی که در حال حاضر بعد از قانون نروژی که یکی از که به سمت وزارت میرسن در دولت جدید و افرادی که وارد میشند به عنوان افرادی که در درجاتی قرار گرفته بودند از نقطه نظر احزاب که مثلا 10 فرد اول که 6 کرسی رو از آن خودشون داشتن و اینها الان 3-4 تای اونها به پست وزارت رسیدن، دیگران نیست که در صف بودن از اون حزب وارد میشن. این از نظر هزینه‌ای که به بودجه مملکتی داره و به حساب مالیات دهندگان شهروندان اسرائیلی چگونه هست. بنابراین اگر این دولت پر شر و شور رو ما نگاه بکنیم که در حال حاضر در مطبوعات اسرائیلی داره سانسور میشه این روزها و این سمت‌های وزرا و 28 وزرا و معاونان وزیر که برای خزانه دولت اسرائیل بیش از 949 میلیون شکل که حدود 1 میلیارد هست، حدود 300 میلیون دلار هست خرج برمی‌داره که این درست 40 همینطور که قبلا گفتیم اگر به حزب رعم که اسلامگرا و پشتیبان تروریسم هست که 53 میلیارد شکل که بوزد 15 میلیارد دلار گرفته، یعنی که قراره در 5 سال آینده در یک برنامه 5 ساله برای بهینه‌سازی اعراب اسرائیلی بگیره، چگونه هست که این 28 وزیر جدید هر وزارتخانه ای رو شما بخواید در نظر بگیرین که حدود 6 ماهی از 5 میلیون شکل که حدود 2 میلیون دلار هست و در مدت 1 سال طبق حسابی که ما بیایم سرانگشتی انجام بدیم هزینه دستمزد یک وزیر و نزدیکان او که مشاوران سیاسی او هستن، مشاوران وزیر هستن، راننده او هست، هزینه دفتر او که حدود 3.5 میلیون شکل که حدود 1 میلیون دلار هست با 620 هزار شکل که وسیله حمل و نقل آنها هست که و همینطور حفاظت و پاسداری آنها که 217 هزار شکل هست که امنیت وزیر به حدود 2 میلیون
میتونه برسه، یعنی یک دفتر وزارت که قبلا 34 وزیر داشتن الان 28 وزیر داریم، ببینین تا چه اندازه به حساب یک، یعنی 28 وزیر به چه گونه یک میلیارد شکل 949 یا 969 میلیون به حساب اسرائیل خواهد گذاشت خزانه مملکتی. و این رو در نظر بگیریم در عرض 4 سال آینده که بیش از 728 میلیون شکل که حدود 20 میلیون دلار فقط برای خرج وزرا و دفاتر و مشاوران آنها و حمل و نقل آنها خواهد بود.